سلام، پنجشنبه 19 و جمعه 20 مهر 97، 11 و 12 اکتبر 2018 میلادی. با عذرخواهی مجدد از اینکه به دلیل مسافرت برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه، در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه اعتصاب کامیونداران کماکان ادامه داره. دادستان قزوین تهدید کرده که 17 نفر بازداشت شده در این استان رو به اعدام محکوم خواهد کرد. فدراسیون بین المللی حمل و نقل به این اظهارات شدیداً اعتراض کرده و خواستار ارجاع مسئله به سازمان بین المللی کار شده. به نوشته فدراسیون بین المللی حمل و نقل، این بی نظیر در تاریخ مبارزات سندیکایی و صنفی دنیا که تهدید به اعدام بشن. از برآوردن خواسته های کامیونداران که طی 15 ماده اونها رو اعلام کردند اثری نیست. پروین بختیار نژاد، نویسنده و محقق و روزنامه‌نگار و فعال مدنی که به دلیل ایست قلبی درگذشت، در روز مرگش سه‌شنبه حکم 6 سال حبس برای او صادر شد. حکم حبس برای او وقتی صادر شد که قربشامگاه همون روز فوت کرد. بیش از 420 نفر از فعالین سیاسی و مدنی در نامه‌ای مرگ او را تسلیت گفتند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم تشکیل جلسه داد و بعد از بروز اختلافات که بعضی ها معتقدند توطئه وزارت اطلاعات هم در اون دخیل بوده، مجدداً آقای کروبی رو به عنوان دبیر کل انتخاب کرد تا به کشمکش ها و بحران های درون حزب بر سر دبیر کلی خاتمه داده بشه و از دوپاره کردن اون جلوگیری بشه. موضوع دوم این که دادگاهی در پاریس روز پنجشنبه 11 اکتبر پرونده توتال، شرکت نفتی فرانسه رو رسیدگی کرد. تشکیل شد اولین جلسه در مورد رشوه‌ای که توتال در سال 1997 پرداخت کرده، پرونده‌ای که گفته میشه مهدی هاشمی، پسر آقای هاشمی، هم در سالهای 2000 تا 2003 در اون مطرح بوده. البته آقای هاشمی تکذیب کرده، ولی به هر حال فعالیت توتال در فاز یک پروژه پارس جنوبی از مواردی است که همگان متفقند توتال در واقع 1 دلار رو شاید 4 یا 5 دلار از ایران گرفته، سود هنگفتی به بهانه تحریم های امریکا برده و اون پرونده و اون قرارداد کماکان زیر سوال. آواتوده هم خبر داده از اینکه آقای اسحاق قالیباف، پسر آقای قالیباف، در استرالیا به ساز و بفروشی و سرمایه گذاری و انواع تجارت ها با ایران رو داره و مجموعاً 1 میلیارد دلار سوء استفاده در پرونده او هست. البته آقای قالیباف تکذیب کرده قبلا و کنون و اکنون هم، و شایعات زیادی هم به دنبال اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خود آقای قالیباف بازداشت شده یا فرار کرده که این هم تکذیب شد. ولی این روزها صرف نظر از صحت یا سقم این قبیل اخبار، بازار این حرف ها داغه و مردم در شرایطی قرار دارند که هر نوع خبر در خصوص سوء استفاده مسئولین کشور رو باور میکنن، برای اینکه فساد در مملکت از شخص آقای خامنه ای تا رده های پایین تر بیداد میکنه و به جان مملکت افتادند و میلیاردها میلیارد ثروت کشور رو غارت میکنه. آقای علم‌الهدی در مشهد هم که
روی فعالیت او و داماد و اعوان و انصارش حرفای زیادی هست در مورد FATF گفته که اگر این لوایح تصویب بشه ارتباطات مالی نیروی قدس به کلی قطع میشه. نیروی قدس سپاه البته از ده ها راه به حزب الله و هشت و شعبی و یمن و جاهای دیگه پول میرسونه از جمله قاچاق مواد مخدر، ولی سوء استفاده هایی که به نام کمک به این سازمان های تروریستی و معاملات عجیب و غریبی که صورت میدن ممکن است راه اون از طریق بانک های مملکتی بسته بشه که این سود و این فساد در این قسمت هم عامل اصلی اعتراضاتی است که به FATF میشه و امثال آقای علم الخدا سخنگوهای اون محسوب میشه. موضوع سوم این که آقای خامنه‌ای جلسه‌ای با سران سه قوه در مورد وضعیت اقتصادی کشور داشته. اونچه که منتشر شده کاملا نگرانی آقای خامنه‌ای رو از وضعیت اقتصادی نشون میده، ولی آنچه که منتشر نشده و از منابع درونی خبر میرسه اینیست که موضوع اصلی این جلسه بررسی مذاکره با آمریکا بوده که گفته میشه در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر قرار است که به صورت غیر رسمی صحبت‌های با آمریکا صورت بگیره. اداره خزانه‌داری آمریکا هشداری رو منتشر کرده و معاون این اداره هم خانم مندلکر مصاحبه‌ای رو کرده که در اون دوباره مطرح کردند راه‌هایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو ممکنه دور بزنه از طریق بانک‌هایی که درست کرده، مؤسسات مالی که ارتباط داره، و هشدار دادن به بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا که در صورت تخلف و گرفتار شدن در معاملات آمریکا ممکن است که معاملات ایران مشمول تحریم امریکا بشه. صرف این قبیل خط نشون کشیدن های اداره خزانه داری صرف نظر از اینکه تا چه حد امکان کنترل دارن یا ندارن به قدر کافی برای بانک ها و مؤسسات مالی ترسناکه و اونها رو اساسا از هر نوع معامله با ایران پشیمون میکنه. یک مقام بریتیش پترولیوم هم خبر داده از این که توانستند موافقت امریکا رو برای معافیت در دو حوزه نفت و گاز دریای شمال و شاه دنیز در دریای خزر بگیرن به همراه جمهوری آذربایجان، به شرط اون که سهم ایران که درصدی از هر کدام از این پروژه ها هست بهش پرداخت نشه و در حسابی بلاکه بمونه تا تکلیف تحریم های ایران معلوم بشه. قبلا هم یک بار این کار رو در دوره تحریم های قبلی کردند و یکی از این پروژه ها هم مشمول تحریم بود، ولی این بار شرکت ها میتونن به کارشون ادامه بدن اما سهم ایران رو نمیپردازن. سنای امریکا طرح تحریم حزب الله لبنان رو تصویب کرد. به این ترتیب با توجه به اینکه مجلس نمایندگان امریکا هم قبلا تصویب کرده به صورت قانونی در آمده الان که منتظر امضای آقای ترامپ که با امضای او قانونی خواهد شد و به موجب این مصوبه کنگره امریکا تمام نه فقط شرکت ها و مؤسسات بلکه حتی دولت ها هم اگر با حزب الله لبنان همکاری بکنند همکاری های اقتصادی مشمول تحریم امریکا خواهند شد. موضوع چهارم این که ماجرای آقای جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی که وارد کنسولگری سعودی در استانبول شده ولی از اون خارج نشده و الان نزدیک 10 روزه که ناپدیده تبدیل به یک بحران نه فقط بین ترکیه و عربستان بلکه حتی بین امریکا و عربستان شده.
این روزنامه نگار که به ولیعهد سابق آقای محمد بن نایف نزدیک بود و از منتقدین ولیعهد فعلی آقای محمد بن سلمان محسوب میشد، تبعه امریکا بوده، برای روزنامه واشنگتن پست مطلب می نوشت و به این ترتیب بخش بزرگی از مطبوعات امریکا هم پشتیبان اون هستند. و جالبه که در سنا آقای بابکور که رئیس کمیته روابط خارجی سنا حتی عنوان کرد که روابط با عربستان باید قطع بشه، حرفی که آقای ترامپ صراحتاً و کاسبکارانه گفت که اصلا با این ایده موافق نیست، چون اون وقت سعودی 110 میلیارد دلار خرید سلاح رو از روسیه و چین انجام خواهد. دولت ترکیه در خصوص کشیش امریکایی اندرو برانسون کوتاه اومد و با تغییر حکم 10 سال حبس به 3 سال که اون هم 2 سالش رو حبس بود و بقیه هم حصر خانگی بوده، او را آزاد کرد تا به امریکا برگرده. به این ترتیب تحریم های امریکا مؤثر واقع شد و علارغم هارت و پورت های آقای اردوغان، ترکیه عاقلانه تصمیم گرفت که کوتاه بیاد و وضعیت اقتصادیش رو سر و سامون بده. اما موضوع آخر اینکه آقای صدیقی امام جمعه تهران فرمودند که شیطان مبدأ سکولاریزمه، هدف نهایی خلقت بالا بردن پرچم ولایت بود که شیطان مخالفت کرد. یک مسابقه هم بین سردارای سپاه بر سر بیرون کردن آمریکا در گرفته. سردار حسین سلامی به استناد یکی از حرفهای آقای ترامپ گفته بود که سپاه قدرت این رو داره که در کمتر از 12 دقیقه خاورمیانه را از شر آمریکا خلاص کنه. اما آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه به میدون اومد و گفت که ترامپ اشتباه میکنه، ما در کمتر از 12 دقیقه شر آمریکا رو کم میکنیم. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا. شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.